یک تنبیه بیای استیمولس یا باز اکتیویت میشن، اکتیویت میشن. وقتی که اکتیویت شون چی میکنن؟ اکتیویت که شون باز پرولیفریشن میکنن، زیاد میشن. فعال که شدن زیاد میکنن، تکثر میکنن، زیاد میشن. یک لیمفوسایت، سه لیمفوسایت زیاد میشن، بی لیمفوسایت هم زیاد میشه. خب زیاد که شد، آله تی لیمفوسایت چی میکنه؟ تبدیل میشه، یک تعدادش تبدیل میشه به هلپر تی سل، یک تعدادش تبدیل میشه به سایتو توکسیک تی سل. هلپر تی سل به نام CD4 پوزیتیو میگن، سایتو توکسیک به نام CD8 پوزیتیو. چون اکثر در کتاب ها با CD4 پوزیتیو CD8 پوزیتیو میبینین، اشتباه نکنه. یک تعداد دیگه چی میکنه؟ تنبیه که شد قواره بکتری ها را یاد میگیره، میموری میسازه، میموری میسازه. قراری که در بازم خواه میکنه، هر وقت اونمو بکتری ها دفعه دوم آمد، باز دمار پدر شدر میاره. سایتو توکسیک ایام همی تی لیمفوسایت ها که فعال شد به سه شکل تبدیل میشد، یا هلپر تیسل، یا سایتو توکسیک تیسل، یا میموری تیسل. هر کدامش اینال یک وظیفه داره که میخوانیم. میموری تیسل که تبدیل شد، باز ذخیره جمع خواب باز در صورت دوباره آمدن میکروب بوکس کاری میکنه. خلاص میکروب بوکس کاری میکنه، این زسبش زنده نمیمانه اگه دفعه دیگه بیایه. میمورسل خواست، هر وقت دفعه دوم اومد، باز یک دفعه حجرات خوب صحیح فعال میکنه، 100 200 2000 3000 میلیون 10 میلیون کل حجرات میره و میکروب میکشه. داول دا دفعه اول چیز فقط یک میموری میسازه، دفعه دومینال هلپر تیسل و سایتو توکسیک تیسل هر دوی از میای داخل دوران خونمو، هلپر تیسل هم میای داخل دوران خونمو، سایتو توکسیک تیسل هم میای داخل دوران خونمو. به سایتو توکسیک تیسل سی دی 8 میگیریم و هلپر تیسل سی دی 4 میگیریم. اکثر نیاد از داخل دوران خون باز به خاطر قابلیت نفوذی زیاد شده، میرن در ناحیه که انفکشن از در ناحیه که بکتریا آمده، انفکشن سایت. جان خواهی سایت خیر ایش گپ نیست. انفکشن سایت میاین، سی دی 4 چی میکنه؟ سی دی 4 که بیا، سی دی 4 یعنی هلپر تیسل که بیا، یا هلپر تیسل، یا سی دی 4 که بیا، سی دی 4 که بیا. این چند کار داره؟ یک، ماکروفیجا رو اینجا فعال میسازه، ماکروفیجایی که میترسیدن که همین باکتریا رو بخوریم یا نخوریم، ماکروفیج اکتیویشن. و از طرف دیگه اگه بی لیمفوسایت ها دمی ساحه باشن نباشن، در اینجا فعالشان میکنن، بی لیمفوسایت اکتیویشن. یعنی سیستم دفاعی ما که یک قسمتش فعال شد دیگه قسمت خودش فعال میکنن. کب مگرفتین؟ بی لیمفوسایت میتونه تی لیمفوسایت فعال کنه، تی لیمفوسایت بی لیمفوسایت فعال کنه. کب مگرفتین؟ خب اینا اگه بی لیمفوسایت فعال شد یه انتیبادی میسازه، پس آن گپ میزنیم، انتیبادی اونم میره مستقیم میکشه هر چیزه. ماکروفیش که فعال شد، ماکروفیش که فعال شد، ماکروفیش اینو تک دانه کلان داره، ماکروفیش هرچی باکتریا رو خواسته باشه نیده بینش میاید، باکتریا دیگه مجبور هستن که گریان کنن، خفه باشن باز گریان هم بکنن. سعی کنین هر وقت هلپر تیسل
یعنی یک در بدن ما شما هر وقت که زور سیستم معافیت ذاتی نرسه باز بعد از کسبی را خبر میکنن کسبی لیمفوسایت داره بیلیمفوسایت داره تیلیمفوسایت شاید خبر شوه هل سیدی فور پوزیتیو میسازه سایتوتوکسیک میسازه سیدی فورش میره خودش کشته نمیتونه بیلیمفوسایت خبر میکنه که بیا آنتی بادی بساز و ماکروفاژ خبر میکنه که بیا ایره بخو و اگه سایتوتوکسیک کیسلش بیا ایگه بیا این قدرت تخریبی خودش داره یعنی نی اگه باکتریا باشه سایتوتوکسیک تیسل میتونه که سایتوتوکسیک تیسل چیزای تولید میکنه که نامش اگه یادم مونده باشه گرانزایم هست گرانزایم سیدیت گرانزایم دیگه اینی ضربه کده میره تخریب یعنی سایتوتوکسیک خودش میتونه بکشه سایتوتوکسیک هست سایتوپلازم توکسینش هست تخریب میکنه و هلپر تیسل خودش نمیکشه دیگر رو فعال میسازه این سیستم چی ما؟ CD4 پوزیتیو ما بیلیمفوسایت هر وقت که فعال شوه بیلیمفوسایت یادتان باشه که فعال شوه نامش پلازموسل میشه بیلیمفوسایت که فعال شوه نامش میشه پلازموسل از خود انتیبادی تولید میکنه پلازموسل که هست انتیبادی تولید میکنه انتیبادی هایی که پلازموسل تولید میکنه جامد نام داره IgG IgA IgM IgE IgD این هوشیار است نظر به ضرورت تولید میکنه مثلا اگه میکروب چی باشه کرم باشه پرازیت باشه آی جی تولید میکنه که کرم بکشه اگه باکتریا باشه آی جی جی و آی جی تولید میکنه بمیشه که اگه تو کدام چی باشه ویروس باشه آی جی مثال آی جی ام تولید میکنه نظر به این که چی از تعدید مشخص انتیبادی تولید میکنه که انتیبادی برو دست از وصل شد از بین برو خب هر وقتی که نیمی آی جی جی آی جی آی جی میاد وصل تولید شد این در داخل دوران میرن دیگه در داخل دوران میرن یا در هر جایی که هست اگه بکتریا را ببینن که در بکتریا وصل میشن ایران میگن انتیجن که انتیبادی وصل شد این حال هر وقتی که انتیجن که انتیبادی وصل شد باز کل سیستم دفاعی ما فعال میشه کامپلمنت فعال میشه یعنی خود انتیبادی قدرت کشتنه نداره انتیبادی تنها لیبل میزنه یا به اصطلاح یک موشکا دو قسم است یکی میزنی هر جای خورد یکی مشخص سواره میتی برش میزنه امی انتیبادی کی هست؟ این تو یک لیبل است که دمی وقتی در موشک نصب شوه ایره رانمایی میکنه بیا اینی جره بزن صحیح؟ اینا نظر به هر تعدید انتیبادی مختلف مثال اگر در دنیا 100 میلیون نو میکروب باشه بدن ما 100 میلیون نو انتیبادی تولید کده میتونه مشخص به هر کدامش به همین خاطر یک دفعه که سرخکان گرفته تا آخر عمر نمیگیرید ویروس چی واکسین هپاتیت هم میکنی زردی را دیگه هپاتیت نمیگیرید به خاطر که انتیبادی که تولید شد تا آخر عمر است اینا کامپلمنت فعال میشه ماکروفیش فعال میشه اگه کدام چیز دیگه هم باشه و هم فعال میشه تخریبش میکنه یا زکام ویروس است خرابی چی است که هر دفعه که ما را میگیره یک قواره نو داره به این خاطر از بزدی قواره پیشتر انتیبادی تولید میکنه این قواره خود تغییر میده بزدی از این تولید میکنه دیگه 600 نو سیروتایپ داره اینفلونزای واکسین 600 تا قواره میتونه داشته باشه به این خاطر واکسین هیچ فایده نمیکنه برش صحیح؟ زیار کم چی میکنه فایده میکنه همین شکل هر چی که ویروس چی نداره هر چیزی که واکسین نداشته باشه همین جنجالش هست هپاتیت سی هپاتیت سی به خاطر از اینکه میتاره قواره خوده متفاوت بسازه واکسین نداره تو بزدیش میسازه و دیگه قواره به خود میسازه کل چی ها ویروس ها مثل ما و شما را آوری نیست هوشیار هستن هر کار را میخواین انجام بدن که
مرض نشن. سعی کنین اینمی چیزایی که گفتیم تا بال به فایده ما، اگر کدام وقت بدن خود ما را تخریب کرد باز میشه به ضرر ما، باز میشه مرض تولید میکنه. بازوار میگن هایپر سنسیتیویتی ریاکشنز یا هایپر سنسیتیویتی دیزیزز. هایپر سنسیتیویتی ریاکشنز دیزیزز امراض. اول تو یک تصویر کلی ازشان میخوانیم. هایپر سنسیتیو ریاکشن ها که از چهار رقم است. تایپ 1، تایپ 2، تایپ 3 و تایپ 4. هر وقت سیستم دفاعی بدن ما عکس العمل نشان بده که بدن ما را تخریب کنه، این را به نام هایپر سنسیتیویتی ریاکشنز میگه. سعی کنیم هر چهار ازی تقریبا یک گپ است، خوب کلشون هم یک گپ است. سیستم دفاعی بدن ما میاد تخریب میکنه بدن ما را. اینا بستگی به این داره که کدی تی لیمفوسایت خود تخریب میکنه یا کدی بی لیمفوسایت خود تخریب میکنه، کدی کدام کدی کامپلمنت خود تخریب میکنه. نامای مختلف سرش مانده شد، یارا باید دقیق بفهمین در امتحانا چه قسم میایه. مثلا یک مریضی را برتون میارم میگه اسلی نمونه کدام هایپر سنسیتیو کدام ریاکشن تایپ کدام تایپ ریاکشن است؟ تایپ 1 است، 2 است، 3 است؟ باید میکانیزمش رو بفهمی جواب دادم میتونی. The type 1 hypersensitivity چی میکنه؟ بدن ما IgE تولید میکنه. بدن ما چی میکنه؟ IgE تولید میکنه. IgE کی است؟ وقتی که در سطح مست سلا در سطح مست سلا وصل شوه آی جی که در سطح مست سلا وصل شوه و بکتریوم و بکتریا در بدن ما بیایه، یک الرژن بیایه، یک الرژن هم بیایه. نمونه شاله میگیم یک چیزی که سبب اساسیت میشه، نیش زنبور یا سفتریاکسون اساسیت که میگیم نه. سوال میشه که سفتریاکسون هایپر سنسیتیویتیش کدام نواست؟ هایپر. بخاطر چی؟ به مجرد که سفتریاکسون هم میتی بدن ما دیوانه میشه، یا زیاد آی جی تولید میکنه، آی جیش میره مسل فعال میکنه. مسل که فعال شده چی میکنه؟ چی تولید میکرد؟ هستامین. هستامین یک میره ویزو دایلیشن پرمیبیلیتی. هستامین ویزو دایلیشن اینکریست پرمیبیلیتی. رگات سکرن اگر تنگ شوا فشار خون چی میشه؟ اگر شل شوا، اگر کل رگای بدن ما شل شوا فشار که بیخی پایان به مریض در شاک میره. ایناله ویزو دایلیشن عمومی یک جنجال. این ویزو دایلیشن عمومی مریض میبره هایپوتنشن شاک. این شاک هم میگن انافایلکتیک شاک، انافایلکسیس. یعنی چی؟ توقع نمیکردیم که تو یک عکس العمل بدن ما نشان بده. به این خاطر خوی مریضی است.
ده هر مریضی که آیجیز یا تولید شو باز مستل فال شو باز استامین و بالاخره او را انفایلکسیس او را تایپ 1 هایپر سنسیتیویتی میگن. دیگه جنجالش چی است؟ ده برونکاسو استامین چی میکرد؟ برونکو کنستریکشن. به این خاطر برونکو کنستریکشن. کسایی که استما دار استما برونشل استما یک مریضی حساسیتی است. مثال که عطر حساسیت داره در یک جای برای کمی عطر است، یک دفعه میبینید که در زمین افتید سلفه و کبوت میشه، نفس تنگ. بخاطر چی؟ دوام امی جایی که میره و الرجن پیدا میشه، الرجن یک دفعه بدن از وای جی هستامین برونکو کنستریکشن میته، شدید نفس تنگش میکنه. یا حساسیت در مقابل سفتریاکسون که مریض در شاک میبره، اینیست سکر نمونش سفتریاکسون در اینجا بتیم. یا هر انتیبیوتیکی ای را میگن تایپ 1 هایپر سنسیتیویتی. یک دیگه فقط تفاوت چی داره؟ در تایپ 2 چی هست؟ در تایپ 2 ماینی هم مگاپاست تنها بدن ما این دفعه IgM تولید میکنه، باز میره بدن تخریب میکنه. در اینجا IgE بود به این خاطر نامش تایپ 1 هست. در اینجا IgG و IgM نمونش چی هست؟ نمونش مثال نمونش در یک مریضی است به نام گود پاسچر سندروم. گود پاسچر سندروم که دو سیستم دفاعی بدن ما به ضد گرده و شش خود انتیبادی تولید میکنه. دالت عادی باید این کار را نکنه. اینی جایی که تبادله گازات صورت میگیره، اینی جا همی غشایی که از ممبرین خو بیسمنت ممبرین و از طرف دیگه در داخل گرده های ما شما گلومیرولایی که هست او هم بیسمنت ممبرین داره. در اینجا ممبرین اینکی بابا سعی کنین سیستم دفاعی بدن ما بازه دینه می عضوه که سنفی های نکی تانوری معلوم میشه آی جی جی و خواه میمان از خیلی خیلی آی جی جی و آی جی ام تولید میکنه. آی جی جی و آی جی ام تولید میکنه. چی میشه اینال امی بدن ما وقتی که آی جی جی و آی جی ام بازه دی یک جای تولید شوه برو در اونجا میره اونجا نصب میشه که شد سیستم دفاعی بدن ما فکر میکنه خب انتیبادی که به ضد یک چیز تولید شد او باید چی شود؟ تخریب شود. خب این حال دیگه کراون میکنم کمپلمنتی های خود تخریبش میکنه. تخریب حالی وقتی که ششایش تخریب میشه سلفه میکنه خون میه هیموپتایزیس. گردهش تخریب شده بازم خون میه هیماتوریا. به این خاطر یک مریض براتون پیش چی میکنن؟ پیشکش میکنن کیزش یه است که هیموپتایزیس داره و هیماتوریا داره. مریضی نام مریضی است گود پاستور سندروم. گود پاستور سندروم. پاستور رو چی را میگن؟ راهب کلیسا رو میگن، ملای عیسوی رو میگن. یادمان داول دمو آدم چی شده پیدا شده به اون خاطر آدم خوب به نظرشون بوده گود پاستور سندروم مونده. گود پاستور سندروم این شد. یا یک نمونه دیگه، نمونه دیگه چی است؟ کرویات سرخ ما قرار کرده عادی اینجا شیشته انتیبادی ها پروتین های خودش در سطحش هست. سیستم دفاعی بدن ما اشتباهن به ضد ازی ای جی جی تولید میکنه، به ضد ازی ای جی ام تولید میکنه. ای ای جی جی و ای جی ام ازی میاد اینجا فکس میشه. خب اینا سیستم بدن ما وقت ببینه که یک جای انتیجن انتیبادی فکس شده چی میکنش؟ تخریبش میکنه دیگه. کم کرویات سرخ تخریب شده چی میشیم؟ کم خونی. اینی کم خونی رو باز میگن که اوتو ایمیون.
کمخونی اوتو ایمیون یعنی معافیتی سیستم دفاعی بدن خودمون تخریب کرده رویست. سیستم بدن خودمون میتونه ما رو خون ما رو تخریب کنه کمخونی پیدا شد. خیلی فهمیدید IgG و IgM وصل میشه میره در یک جای نصب میشه بدن تخریبش میکنه. دیره میگن تایپ 2 هایپرسنسیتیویتی. در تایپ 3 چی رقم است؟ در تایپ 3 که است بزد انتیجنایی که در داخل دوران است بزد چیزایی که در داخل دوران است انتیبادی تولید میشه. در تایپ 3 انتیبادی زیاد تولید میشه. این انتیبادی که انتیجنایی که در داخل دوران خون است وصل میشه اینال این انتیجنایی که در داخل دوران خون از هر جای تراکم بکنن تخریب میشن. باز کت خودم و عضوام تخریب میکنن. یک مریضی به نام SLE رویشان سرخ میزنه، گردهشان خراب میشه، ششان خراب میشه، رگایشان خراب میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که اینی میگه انتیجن که انتیجن انتیبودی شو اینا میگن ایمیونو کمپلکس. اینا ایمیونو کمپلکس در هر جایی که تراکم بکنه تخریب میکنه. تراکم تخریب. نمونش یک مریضی است به نام SLE سیستمیک لوپس اریتیماتوز است. باز یک درس جداست میخوانمش. سیستمیک لوپس اریتیماتوز است. زیاد اعضای بدن ازی تخریب میشه. گردهش تخریب میشه، فشار بلند پیدا میکنه، رویش تخریب میشه، دماغش تخریب میشه، خونش تخریب میشه. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که در بدن یه آدم زیاد انتیجن انتیبادی وصل میشه با زر جو تراکم که دوره تخریب میکنم. اینه میگن تایپ میکانیزم دفاعی بدن ما در مقابل انتیجنی است که کتش وصل شد و تخریب شد. چون این خب مریضی است. انتیجنایی که تولید میشه ای از بدن ما نیست، اضافی است، باید تخریب شود. این حال یک تا دو تا باشه که تخریب شود. اگر یک مرض باشه میلیون ها دانه تولید شود باز تخریب شکده نمیتونه. دیگه در تایپ 4 چی است؟ مثلا دمی یک سنفی تان چی میخره؟ سات نو میخره؟ چند روز بعد میبینین که غیر حضوری زیاد در سنف میکده سات خود زیر خود واز میکنه که خارش کده رای سرخ گرفت شده حساسیت کده. یا میرین در شفاخانه دسکش میپوشین، دسکش های لاتکس میپوشین، میبینین دستایتون خارج گرفته روی سرخ شده. یا مثلا خانم خانه هستین از دسکش هایی که برای کالوشی یا استفاده میشه از اون میگیرین که حساسیت میکنه. چرا حساسیت میکنه؟ مثال در تایپ 4 چی هست؟ یک نفر یک سات میخره، یک دانه سات میخره، ساعت، یا یک دانه دستبند میخرید. دستبند، این دستبند به بدن ما یک چیز اضافی است. نه سعی کنیم اگر می در جان ما و شما باشه خب کالایی را که میپوشیم بدن ما فکر بکنه از ما نیست و تخریب بش بکنه. کالا را تخریب کرده نمیتونه، جلد خود ما را تخریب میکنه، مجبور هستیم کل ما جان لوچ بگیریم. گپ میگرفتین؟ یعنی اگه اینمی گپ در بدن ما باشه دولت عادی نیست، یکان دفعه مثلا سات اگه حساسیت کنه یا یک دستبند حساسیت کنه که یک گردن بند حساسیت بکنه صحیح؟ باز همون جایی که گردن بند انداخته هم تو سرخ میزنه. گردن بند در گوت هفت بکنی جور میشه. چرا؟ به خاطر ازی که گردن بند یک چیز اجنبیست، دستبند یک چیز اجنبیست، بدن ما حجرات خود روان میکنه که رو بخورین. گردن بند خوردن نمیتونه. چون این پروسه سلمی دیتت است، یعنی دایش انتیجن و انتیبادی و ایگپا نقش نداره. سلمی دیتت است، به می خاطر ایره میگن تایپ 4 هایپر سنسیتیویتی. سعی کنید در تایپ 1 آی جی ای نقش داشت، در تایپ 2 آی جی جی و آی جی ام نقش داشت، در تایپ 3 ایمیون کمپلکس نقش داشت، در تایپ 4 حجرات نقش داره.
انتیژن و آنتی بودی دیگه پا نیست. حجرات می تخریب میکنه. تخریب کردن نمیتونه، جلد خود تخریب میشه. سل میدیت ایمیونیتی میگن. مثلا یک نمونه ازیره، یک نمونیش نام داره کانتاکت. کانتاکت در متایتس. کانتاکت در متایتس. یک نمونه چی نام داره؟ کانتاکت در متایتس. یعنی یک چیز به جلد تماس میکنه. مثلا میری در یک جنگل، مثلا در پنتو ناکام موندی، از خانه میشنه میری در یک جنگل، دست در یک چی میخوره؟ در یک بوته میخوره. چند دقیقه بعد میری خارش کرده، سرخ شده، رویس حساسیت کرده. چرا؟ بوته و خارکای کوچک در جلد رفته، جلد میکره تخریب کنه. بوته رو تخریب نمیتونه، سخت است، جلد خود تخریب میکنه. خیلی هایپر سنسیتیویتی دیزیز است، امراضی است که بدن ما عکس العمل شدید نشان میده، بدن خود ما رو تخریب میکنه، سیستم دفاعی ما، دولت عادی سیستم دفاعی ما، حجرات دفاعی ما رو باید تخریب نکنه. اگر تخریب کرد مرض، مرضش هایپر سنسیتیویتی تایپ 1، تایپ 2، تایپ 3 و تایپ 4. استاد یا خودش یا نه کامپلمنت بخی جداست.